چقدر عجیب غریب دیوار ستونا دیدیه. Now we do believe it because we have seen it. Now we still don't know exactly how Officer Sicknick died. We're not certain that anyone does know. No one has explained it. I keep thinking that there's something there. Six, a TikTok challenge taking a tragic turn. A Rome family believes a 10-year-old boy is dead because F-74. Of a dangerous... Or the Floor 74 Challenge is a paranormal internet challenge where a participant writes F74 on their wrist before they go to sleep, which supposedly takes them to a dreamscape known as Floor 74. Let's go for it. Oh, and we are in the back rooms. دنیای ما واقعا جای عجیبیه، اما چیزی که بیشتر از همه منو راجع به این دنیا میترسونه اینه که وقتی گلیچ میکنه. خودتون ویدیوهاشو هی میبینید یا حتی بعضی وقتا متوجهش میشید که یه چیزی درست نیست، مثل هواپیمایی که تو هوا معلق مونده. یا کسی که اون یکی نسخش رو ملاقات کرده. اما چه اتفاقی میفته وقتی این گلیچا جدی و خطرناک میشن؟ چه اتفاقی میفته وقتی از این دنیا پرت میشی به یه جای دیگه؟ اگه این اتفاق واسط بیفته، خودتو توی مکان عجیب میبینی که هیچ کسی نباید پاشو بذاره اونجا، جایی که مثل یه زندان برات. اما اگه از این میترسی که تنهایی، باید بهت بگم که تنها نیستی. سلام رفقا، من علیزاده هستم و خوش اومدین به یه ویدیوی بسیار مرموز و خیلی ترسناک و البته چالشی بعد 4-5 ماه. فکر اینو بگم که دلم واقعا واسهتون تنگ شده بود، اما دیگه برگشتیم با ویدیوهای خیلی خیلی خفن‌تر نسبت به 5 ماه پیش. موضوع این ویدیو خیلی خیلی جالب و بحث برانگیزه، پس این ویدیو رو حتما تا آخرش ببین، چون آخر این ویدیو بهتون میگم که راه ورود به بک رومز چطوریه، یا حداقل راه آسونش که فکر نکنم کار کنه، ولی خب امتحان میکنیم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باش مثل همیشه. از کجا شروع شد داستان بکرومز؟ اصلا بکرومز چیه؟ کجاست؟ در وسط های سال 2019 یه عکس عجیبی تو وبسایت فورچن گذاشته شد که توجه خیلی ها رو جلب خودش کرد. یه چیزی راجع به این عکس هست که خیلی مبهمه و خالی از هرچی انسانه. همراه این عکس زیرش نوشته بود که ادعا میشه بکرومز خیلی طولانیه و همه اتاقا شبیه همن. گفته شده چندین راه هست که میتونی وارد بکرومز بشی. بعضیا میگن از طریق خواب میتونی واردش شی و خوابش رو ببینی، که این یکی و آخر ویدیو بهتون میگم که باید چیکار کنید تا خوابش رو ببینید. یه راهی هست که باید یه چیزی تو مش دستتون بنویسید. اما یه کسایی هم هستن که میگن وارد شدن بهش خیلی خیلی سخت‌تره و باید خیلی خوش شانس باشی، شاید هم خیلی بد شانس. تو دنیایی که ما توش زندگی میکنیم، همه اشیایی که باهاش سر و کار داریم به هم وصلن، یعنی به واقعیت دنیای ما وصلن. یعنی مثلا من که میرم به این دیوار دست میزنم، این دیوار رو میتونم باهاش برخورد کنم، یعنی میتونم لمسش کنم، میتونم بهش دست بزنم و یه چیز سفته. یعنی وقتی به این دیوار دست میزنی باهاش برخورد میکنی، یا وقتی نزدیکش میشی نمیتونی که ازش رد شی، یعنی باهاش فقط برخورد میکنی.
اما یه قسمت هایی تو دنیامون هست که به واقعیت دنیای ما وصل نیستن. این چیزیه که تو بازی های ویدیویی خیلی میبینیم. مثلا قسمت هایی تو این بازی ها هست که نقششون هنوز کامل نشده و اگه به سمتشون بری ازشون رد میشی و حتی بعضی وقتا از نقشه پرت میشی بیرون. پرت میشی به یه دنیای خارج از بازی. جایی که توش گیر میکنی. تو هنوز تو بازی هستی اما توی فضای خارج از بازی که هیچ شناختی ازش نداری. تو دنیای واقعی مردم باور دارن که البته بعضی از مردم باور دارن که بعضی از اشیا میتونن آنکلیپشن، یعنی قسمتی از این دنیا نیستن و وقتی که به سمتشون بری میتونی ازشون رد شی و یه جور چیز هستن، دروازه هستن به یه دنیای دیگه، مثل دیواری که از بقیه دیوارا مشکی تره یا دری که وقتی بازش میکنی هیچی نیست اون طرفش. اگه دقت کنی میتونی متوجهش بشی و به هر قیمتی که شده باید ازشون دوری کنی. اما هر کسی اینقدر خوششانس نیست. اون آدما ندونسته باهاش برخورد میکنن و فکر میکنن هیچ عواقبی در انتظارشون نیست، درست مثل کاراکتر یه بازی. تو بازی اگه با یه شیء وصل نشده برخورد کنی از نقشه میفتی بیرون، چون هنوز اون قسمتی که تو باش برخورد کردی کامل نشده. هیچ کس نمیتونه تصور کنه چقدر وحشتناک و گیج کننده میشه اگه کسی از این دنیای ما بیفته به یه دنیای دیگه، جایی که میلیون ها اتاق خالی داره و به هر طرف که نگاه کنی میبینیشون. اما حالا از این لحظه به بعد اینجا دنیای توه و اینجا جاییه که سفر تو به دنیای بک‌رومز شروع میشه. مرحله صفر 1000 توی یک نواخت زرد رنگ از اتاقهای یکسان هستش. فرشی که رو کف زمینه مرطوب و خیسه که همین باعث شده رایحش به مشام برسه. در ابتدا تنها صدایی که میشنوی صدای وزوز ثابت و گوشخراش چراغ‌های فلورسنت هستش که رو سقف وصله. وقتی شروع به راه رفتن میکنی کم کم متوجه میشی که چقدر محیط بزرگه. این اتاق به اون یکی وصل میشه و اون یکی به یکی دیگه. با خودت میگی چقدر یه محیط میتونه اینقدر بزرگ و عجیب باشه. خیلی ها فکر میکنن اگه شروع به دویدن کنن و از این اتاق برن به اون یکی اتاق زودتر راه خروج رو پیدا میکنن، اما نمیدونن که با این کار بیشتر گم میشن و بعد از کلی دویدن دنبال راه خروج میفهمی که قراره حالا حالا ها اینجا بمونی. این که دقیقا اینجا چه جاییه هنوز معلوم نیست و کل مطلبم همینه، اینکه دقیقا اینجا چه جاییه، اینکه راز این مکان چیه. همش یه هزار توی بی نهایت با اتاقای تکمیل نشده هستش. یه محیط این شکلی باعث میشه هر کسی عقلشو کم کم از دست بده. گفته شده زیاد کسی نمیتونه از این مرحله صفر بیرون بیاد و این به چندین دلیله. یا عقلشونو از دست میدن که ادامه بدن و یا با یه چیزی روبرو میشن. وقتی داری از بین این اتاقا رد میشی احتمالاً با یه سری موجودات انسانگونه برخورد میکنی. بعد از ساعتها و حتی روزها راه رفتن فقط تصور کن رو تو برگردونی و یه موجود رو ببینی که اون طرف وایساده داره نگات میکنه، موجودی که انسان نیست. این موجودات با نام هاوند یا فارسیش میشه سگ شکاری شناخته میشن و شبیه یه نسخه بدریخت و زشت از انسانها هستن. اینا چهار دست و پا راه میرن و یه غرش کم صدایی در میارن که فقط همین یه نشونه است که میفهمی یعنی اونا نزدیکتن. توی این مرحله اونا ظاهرن به شدت خطرناکن. اگه حالا قسمت شد و یکی از اینا رو دیدی فقط دنده عقب بگیر و بیا عقب. اینم بدون که مستقیم تو چشش نگاه نکن. اگه حالا شانس آوردی و از این موجودات خطرناک تو این هزار توی نامحدود قصر در رفتی، اون وقت شاید یه شانسی داشته باشی تا راه خروج رو پیدا کنی. بیشتر مواقع وقتی داری از بین این اتاقا عبور میکنی یه دیوار رو پیدا میکنی
که یه خورده دارکتر نسبت به بقیه، و این معنیش اینه که اینا وصل نیستن و اگه ازشون رد شی ممکنه که برگردی به همون دنیای قبلیت، اما این کار ریسک خیلی بالایی داره. تو نمیدونی که اون طرف دیوار چیه و هیچ تضمینی نیست که این دیوار تو رو برمیگردونه دنیایی که توش یه زمانی زندگی میکردی. و یه نکته خیلی جالب، بکرومز دوتا مرحله نداره یا سه مرحله ای نیست، بکرومز اینقدر مرحله داره، یعنی اینقدر مرحله داره که من نمیتونم حتی بگم مثلا 3000 میلیارد و چقدر، خیلی مرحله زیاده. هنوز معلوم نیست که عبور از مرحله صفر به یک چطور اتفاق میفته. بعضی ها میگن به وسیله یه در یا راه رو یا راه پله یا حتی آسانسور که تو رو میبره به مرحله بعدی، در حالی که یه سری ها باور دارن که محیط اطرافت یهو شروع به تغییر میکنه تا اینکه در نهایت کل محیط به آرومی عوض میشه و تو وارد مرحله بعدی میشی که همون مرحله یک هستش. خلاصه وقتی وارد مرحله بعدی شدی باید بدونی که خطرات این لول خیلی بزرگترن نسبت به قبلیه. بعد از روزها راه رفتن در جستجوی راه خروج شاید واقعا وارد مرحله یک بشی، چون حداقل این بار کاغذ دیوارای زرد رنگ وجود ندارن دیگه، به جاش این بار دیوارا جنسشون از بتونه. کف زمین مثل قبلی خیس نیست، خورش عمیق یه چیزی ماشینی از تمام کف اینجا شنیده میشه، یه خورش عمیق عجیبی شنیده میشه از کف اتاقای این لول. صدای چراغای فلورسنت هنوزم به گوش میرسه مثل لول قبلی، اما اون یکی صداها از بس زیادن این یکی اصلا به گوش نمیاد. تو این لول چراغا خیلی وقتا از کار میافتن، تو خیلی از نقاط این لول چراغا چشمک میزنن و گاهن کاملا واسه همیشه خاموش میشن و تو رو تو تاریکی مطلق فرو میبرن. اینجا زمانی که موجودات این لول میان دنبالت، تو قرار نیست ببینیشون، اما وقتی نزدیکت بیان حسشون میکنی، متوجهشون میشی. این موجودات وقتی تو دل تاریکی میخزن صدای جیغ وحشتناکی در میارن، یه جیغ خیلی عجیب و ترسناک. وقتی شنیدیش فورا برو یه اتاق دیگه تا از صداها دور باشی و مثل اتاق قبلی سعی کن مستقیم بهشون نگاه نکنی، چون هیچ وقت نمیدونی چقدر میتونن وحشی باشن. مرحله دو. همزمان که داری تو مرحله یک راه میری، دیوارای اطرافت شروع به تغییر میکنن، اتاقای پهن و بزرگ کم کم باریک و کوچیک میشن تا اینکه میبینی تو راهروهای طولانی پیوسته داری راه میری. اینجا چراغای فلورسنت تقویت شده هستن تا جایی که صداشون خیلی زیادتر شده و گرمایی که ازشون میاد محیط رو به 40 درجه سلسیوس میرسونه، یعنی این لول خیلی خیلی گرمه. راهروها کلاستروفوبیک هستن. کلاستروفوبیک یعنی فوبیای ترس از فضای تنگ و باریک مثل تونلای تنگ. تقریبا اکثر موجوداتی که تو این طبقه هستن وحشی و پرخاشگرن و وقتی دیدیشون تنها راه نجاتت دویدن به سمت خلاف اون موجوده. واسه خیلی ها این لول آخرین لول از بکرومزه، اما همونطور که یکم پیش گفتم این درست نیست. لول دو یه جای رمزآلود و جستجو نشده هستش که هیچ راه خروجی نداره، واسه همین شانس خروجت از اینجا به شدت میاد پایین. واسه اون تعداد کمی که تونستن از این مرحله زنده بمونن، این بود که موقعیتی که توش بودن رو باور کردن، کاملا آروم موندن و تصور کردن که بکرومز خونشونه. این تنها شانسته که فرار کنی و اگه کار نکرد پس سرنوشتت به اینجا رقم خورده. و در نهایت تموم دردایی که تو مرحله صفر و یک کشیدی، اینجا جاییه که سفر تو به بکرومز تموم میشه. اما اینکه آیا واقعیه یا همش الکیه؟ خب انگار ظاهرم بکرومز هم یه نوع کریپی پاستا هستش که داستان پشتش
از همون عکس وبسایت فورچین گرفته شده و بعدها بهش بالا پر دادن. اما ایده کلیش راجع به بکرومز چیزیه که واقعا هر کسی رو میترسونه. ترس اینکه گم شدی، ترس اینکه یه جایی گیر افتادی و ترس اینکه یکی داره نگات میکنه. درسته که مدرک چندان واقعی وجود نداره که بکرومز رو تایید کنه، اما کسایی بودن که ادعا کردن واقعا اونجا بودن، خوابش رو دیدن و توش گیر افتادن تا وقتی که از خواب پا شدن و قسم خوردن که این مکان واقعیه. احتمال خواب دیدن همچین جایی به شدت ممکنه، پس احتمال داره بکرومز واقعی باشه، یه جایی از مغزمون. احتمال داره واقعی باشه. من خودم وقتی که این عکس رو دیدم یه حس نوستالژیکی بهش داشتم، یه حس نزدیکی، آشناییت، انگار که قبلا حداقل یه بار دیده بودمش، شاید تو خواب. یه حس عجیب داره این عکس، یه حسی که وقتی میبینیش انگار میشناسیش، انگار قبلا توش زندگی کردی، انگار خونه دومته. خیلی عجیبه. اینو میدونم که اگه واقعی باشه به هیچ عنوان دلت نمیخواد اونجا گیر بیفتی. اول ویدیو یا وسط ویدیو گفتم که چطور میتونی خواب بکرومز رو ببینی و وارد دنیای بکرومز بشی. این چالش تو ژاپن شروع شد. بچه ها روموش دستشون کلمه F74 رو می نوشتن. Testing that old TikTok trend called F74. I'm gonna try it. Update in the morning if I survive. بعدش میخوابیدن و خواب یه جایی رو میدیدن که توش گیر افتادن. خواب دنیای بکرومز رو میدیدن و همینطور علکی نیست. بهت 10 ساعت فرصت داده میشه که راه خروج رو پیدا کنی. یه راهنمایی هم گذاشتم واسط و اونم اینه که باید تو 10 ساعت یه دری رو پیدا کنی که روش نوشته F74. یعنی همون کلمه ای که رو مشت دستت نوشتی. باید اون در رو پیدا کنی تو 10 ساعت و ازش رد شی و بعدش بیدار میشی و اینطور تونستی از دنیا بکرومز فرار کنی. ولی خب من اینو امتحان نکردم و به هیچ کدومتون توصیه نمی کنم که این کار رو انجام بدید، چون اصلا 1% احتمال بدین که این چالش واقعی باشه و شما نتونید اون در رو پیدا کنید و بیدار نشید و با اون موجود اونجا تنها باشید تا آخر عمرتون. و این خیلی بده.